سرخط خبرها. هشدار از ادامه کار حکومت وحدت ملی. نامزدان ریاست جمهوری میخواهند که رئیس جمهور غنی هر چه زودتر از قدرت کنار رود. اگر گوش دادن بسیار، اگر گوش ندادن به اقدام دوم میپردازیم. فشار سیاسی از طریق ادامه اختلاف ها بر سر چوکی ریاست در مجلس نمایندگان. ما وقتی که صبح آمدیم 5 تن از نیروهای امنیتی مجروح شده. هیئت 27 نفری برای حل این معضل ایجاد می شود. حمله مهاجمان طالب بر افطاری سربازان پلیس. در این رویداد در کابل 3 پلیس جان باختند. 2 تن از مهاجمین کشته شدند، 2 تن دیگه هم مجروح شده، حتی فرار کردند. بیننده خبر از یک با من نصرت منصور است. مشروع خبرها 12 دسته انتخاباتی هشدار میدن که اگر پس از اول جوزا اداره سرپرست ایجاد نشود، دست بر راهپیمایی و گردهمایی‌های گسترده خواهند زد. این نامزدان ریاست جمهوری ادامه کار رئیس جمهور غنی سر از روز چهارشنبه هفته روان را غیر قانونی میدونن و میخواهند که آقای غنی هر چه زودتر از قدرت کنار رود. ریاست جمهوری اما خواستهای این نامزدان را برخلاف قانون اساسی و قانون انتخابات میکند. 12 دسته انتخاباتی در اینجا گرد آمدند و خواهان کنارگیری رئیس جمهور غنی هستند. آنان از صحت رئیس جمهور گرفته تا سن 70 سالگی او را مورد انتقاد قرار میدهند. ما توصیه میکنم برای سخنگویای رئیس جمهور و کسایی که در اطرافش نزدیک هستند که چون حافظه خود از دست داده، همه روزه برش شیر با هنجیر جوش بته بته تا حافظش قوی شد. پر طول افغانستان که امداوز ستا پا حکومت که وظیفه ورطور کوه، یوا وظیفه بم داده داوی چی فیسبوک بده چلوی. یوا وظیفه بم داوی چی فیسبوک بده چلوی چی زرکلن شد. اوی اکلن چه مرز در سخه پازا بکر زرکلن چه گر دنیا ورا در سخه پازا. این دسته های انتخاباتی هشدار می‌دهند که اگر رئیس جمهور غنی تا 2 روز دیگر به ایجاد اداره سرپرست تن ندهد، به راهپیمایی ها و گردهمایی های قانونی دست خواهند زد. و باور این دسته های انتخاباتی، ادامه کار رئیس جمهور غنی پس از اول جوزا ناقض قانون اساسی است و به سود مردم هم نیست. اینان همچنین هشدار می‌دهند که اگر کارمندان ارشد دولتی پس از اول جوزا با رئیس جمهور غنی همکاری کنند، پیامدهای بعدی به دوش آنان نیز خواهد بود. موش خپل اقدامات معلوم کرید. اول اقدام ما اتمام حجت است. اگر گوش دادن بسیار، اگر گوش ندادن به اقدام دوم می‌پردازیم. فشار سیاسی از طریق انسجام ملت و نیروهای سیاسی کشور. از اول جوزا روز چهارشنبه حکومت ایشان برای ما، البته برای ما از اولش نبوده، برای جمع ما شورای کاندیداهایی که اینجا هستیم، مشروعیت ندارد، قانونیت ندارد. اگر رهبری حکومت همچنان به شکل غیر قانونی و نامشروع تمدید میکنه وقت خود، مطمئنه که مسئولیت و عواقب تمدید به دوش خودشان است و همچنان به دوش رده های بالای حکومت است که باید از این پرهیز کنه و پاسخگو هستند. در این برنامه جداگانه هم عضوهای شماری از تکت های انتخاباتی میگویند که حکومت وحدت ملی بر بنیاد قانون اساسی نه، بلکه بر بنیاد یک تفاهم سیاسی ایجاد شده است. اینان تاکید دارند که اگر پس از اول جوزا رئیس جمهوری از موقفش کنار نرود، مسئول پسامد های این تصمیم هم خواهد بود. اول جوزا ختم میعاد کار رئیس جمهور افغانستان است. هیچ توجیه حقوقی برای ادامه کار ریاست جمهوری پس از اول جوزا وجود ندارد. خوشبختانه برای نخستین بار در بین کاندیدان محترم و جامعه سیاسی افغانستان اجماع در همین خصوص با
وجود آمده. گفتیم که گزینه اول بدون قید و شرط و جناب آقای رئیس جمهور میتونه که از کاندیداتوری خود استعفا کنه، بیای سرپرستی حکومت بگیره و برای ما صلح و ثبات بیاره، انتخابات شفاف بیاره و انتقال قدرت یا حکومتداری سالم بیاره. امی خواستم میفهمیم که با او به اصطلاح خواستایی که اینا دارن، با او دیدی که اینا دارن که دنیا را بسا در قید تنگ نظری و کینه توزی و خودخواهی میبینند، قطعا به این طرح تن نمیده. این چطور با خود این حق میته با کدام جرأت میخواد این کار را باید بکنن؟ اینا را انشالله و رحمان با شما میبینیم در میدانی که مردم استاد شوند و از حق خود دفاع کنند، در میدانی که آماده قربانی شوند، ببینیم که حکومت چند وقت دیگه دوام پیدا میکنه. با سپری شدن ماه شریف رمضان او وقت است که موجهای میلیونی انشاءالله ایجاد خواهیم کرد و روزگار کسانی که غیر قانونی حکومت میکنند سیاه خواهد شد. اما ریاست جمهوری خواستهای این نامزدان را حرف تکراری عنوان کرده و آن را رد میکند. با باور ریاست جمهوری یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی دادگاه عالی است و هیچ حزب و نامزد سیاسی نمیتواند که به سود خود از قانون تفسیر داشته باشد. یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی استر محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. افراد، اشخاص و نهادها نمیتوانند به میل خود قانون تفسیر کنند. همچنان ماده 104 قانون انتخابات افغانستان فقره ششم در رابطه با مقام‌های انتخابی صراحت دارد و امیدوارم که کاندیدان محترم به این ماده هم مراجعه کنند. در ماده 61 قانون اساسی آمده که وظیفه رئیس جمهوری در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. این در حالی است که بر اساس این ماده انتخابات ریاست جمهوری میبایست 30 الی 60 روز پیش از پایان کار رئیس جمهوری برگزار شود. حالا که نه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و نه هم نامزدان از موضعشان کوتاه میآیند، معلوم نیست که در این گریدار جنجال های سیاسی چند گره دیگر بسته می شود. آقای محمد هدایت، مشاور مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری هم اینجا با من هستند و در مورد دوام کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا بیشتر بحث میکنیم. آقای هدایت، بسیار تشکر که وقت گذاشتید. نخستین پرسش، 12 تیم انتخاباتی که خودشان 12 نامزد انتخاباتی خواستشان همیست که از فردا کار حکومت غیر قانونی است. هرچند یک نگاهی که حقوقدانان در افغانستان دارن این گونه است که حکومت از همون مبدا تا حالا غیر قانونی پیش آمده و پس از فردا که بدون شک دوام کار غیر قانونی است. پاسخ حکومت افغانستان در این مورد چی است؟ تشکر از شما و با عرض سلام به حضور بینندگان شما. بحثی که مسئله دوام کار حکومت پس از اول جوزا صورت گرفته، شما همونطور که میدانید بر اساس ماده 61 قانون اساسی که ما و شما داریم، در ماده 61 قانون اساسی که حکومت کارش پس از جوزا، یعنی رئیس جمهور منتخب در اول جوزای سال پنجم به واقع کارش خاتمه پیدا. ولی چند مسئله هست در اینجا. پاسخ ما در واقع پاسخ حقوقی است، یعنی ما نمیریم به دنبال مسائل سیاسی یا مسائل اجتماعی یا مسائل دیگه، مسائل کاملا حقوقی است و روشن است. نخستین مبنایی که برای دوام کار حکومت وجود داره در واقع خود قانون اساسی است. در خود قانون اساسی پس از این فقره تذکر داده شده که آمده به صورت صریح آمده که دوام کار رئیس جمهور یا ختم کار رئیس جمهور پس از برگزاری انتخابات است. ما یک قید داریم در اینجا، یعنی در هر جمله شما ادبیات را غیر متوجه باشند دوستان ما، در تمام زبان‌های دنیا به اصطلاح زبان دارای یک سری قواعد است. جملاتی که ارائه می شود و حتی جملات حقوقی دارای شرط هست، مشروط هست، قید هست، مقید هست و مسائل از این قبیل. در اونجا آمده که دوام کار رئیس جمهور را پس از برگزاری انتخابات توجیه می سازد. خود قانون آمده. مسئله دومی را که بسیار واضح هست، قبل از اینکه به مسئله دوم برین، بله،
و پس از برگزاری، قبل از برگزاری انتخابات یا پس از برگزاری انتخابات، اما انتخابات باید پیش از اول جوزا برگزار میشد که حکومت تغییر میکرد. این که برگزار نشده، این هم مسئولیتش برمیگرده. اگر برگزار میشد که ما مشکل نداشتیم، نه اونا مشکل داشتن نه حکومت مشکل نداشت، ولی آله فرض بر این است به هر دلیلی برگزار نشد. مسئله دومی را که ما اشاره میکنیم دقیقاً در قانون انتخابات آمده، در ماده 104 قانون انتخابات، که حالت تعویق و حالت تعلیق انتخابات را به هر دلیلی، در اونجا آمده مسائل امنیتی، شرایط اضطراری و مشکلات و بحران‌های داخلی که به وجود میاد، بحران‌های بین المللی که تأثیر میگذاره بر کشور ما، شما به هر دلیلی انتخابات آمد به تأخیر افتاد. او یک مسئله دیگه است که چرا به تأخیر میفته، او یک بحث دیگه است. ولی وقتی انتخابات به تأخیر میفته، در ماده 104 قانون انتخابات ما شما بسیار به وضوح و روشنی تذکر یافته که مقام منتخب، مقامی که در انتخابات قبلی انتخاب شده و امیال حکومت را در دست را، تا زمان آمدن مقام منتخب بعدی حکومت را سرپرست، حکومت را در واقع. حالا ما یک بحث حقوقی دیگه که حقوقدانان مطرح میکنند این است که حکومت وحدت ملی از مبدایش مشروعیت نداشته و پس از اول جوزا هم نمیتونه دوام پیدا بکنه. در صورتی که یک حکومت قانونی می بود، یک چنین چیز ممکن؟ من فکر میکنم این یک مغالطه است و شما دیدین که همه حقوقدانا به خصوص طرحی را که شورای نامزدان ارائه میکنه، این هیچ مبنای قانونی نداره و در هیچ جایی هم نمیده، کل حقوقدانای ما شما رو رد میکنه. یک مسئله. مسئله دیگه این هست که وقتی که این گپ میزنه شورای نامزدان ما شما یا حقوقدانان ما شما، در واقع او مبنای حقوقی نداره. چرا مبنای حقوقی نداره؟ به دلیل از اینکه ما شما خب انتخابات برگزار کردیم، انتخابات برگزار کردیم، بیش از 10 میلیون نفر آمد پای صندوق های رای، در بدترین شرایط رای دادن و خطرات را به جان پذیرفتن و ما و شما شهدای بسیار زیاد از نیروهای امنیتی مردم افغانستان تقدیم کردیم. بر اساس یک انتخابات وجود آمد، به اساس رای باز تصمیم گرفته نشد، اون توافقنامه سیاسی نه. بود که امریکا پادرمیانی کرد و امضا شد و اون توافقنامه سیاسی هم در ذکر شده در ماده اول اون توافقنامه که باید در 2 سال حکومت وحدت ملی پست صدارت ایجاد میشد که چنین چیزی هم صورت نگرفت. توافقنامه وحدت ملی خارج از قانون اساسی به وجود آمده بر اساس یک توافق. ما دوچار یک بحران شدیم، بحران انتخاباتی، شما در جریان بودید، همه مردم افغانستان شاهد بود، ولی انتخابات برگزار کردیم بر اساس قانون اساسی، بر اساس قانون انتخابات، و پس از اون توافق هم که صورت گرفت، در واقع برنده و بازنده معلوم شد. کمیسیون انتخابات ما و شما برنده را اعلان کرد با چند فیصد تفاوت رای، فکر میکنی و در واقع و شما میبینید که آقای در برنده و بازنده و انتخابات اعلام نشده، به دلیل اینکه حکومت تقسیم شد، 50-50 حکومت تقسیم شد. ببینید یک تفاهم نامه یا توافق نامه سیاسی بود به وجود آمد خارج از چارچوب قانون اساسی، ولی بر اساس چارچوب قانون اساسی برنده اعلان شد، با تفاوت رای اعلان شد، بالای 50% رئیس جمهور اعلان شد. بعد از اون رئیس جمهور در واقع بخشی از صلاحیت های خود را بر اساس یکی از ماده های قانون اساسی تفویض کرد به ریاست اجرایی. ریاست اجرایی با فرمان رئیس جمهور منتخب و با فرمان رئیس جمهور قانونی کشور به وجود آمد. این یک توافق سیاسی بود، اما هیچ مبنای حقوقی نه در قانون اساسی ما و شما و نه در قوانین نافذه دیگر ما و شما داشت. به همین خاطر است که وقتی میگه که بر اساس یک توافق بود، ما نمیتونیم اگر بر اساس توافق نامه وحدت ملی باشه، حکومت ما و شما طی چند سال گذشته تفکیک قوا رو داریم، نهادهای اساسی حکومت رو داریم، ریاست جمهوری رو داریم، حکم رئیس جمهور در همه موارد نافذ است، ما و شما بر اساس حکم رئیس جمهور انتخابات پارلمانی برگزار کردیم و تمام امور کشوری به توسط رئیس جمهور رهبری میشه، همه از اینا بر اساس قانون اساسی است. ممنون حضورتان آقای هدایت. اختلاف ها بر سر چوکی ریاست مجلس نمایندگان همچنان پابرجاست. امروز با پادرمیانی وزیر دولت در امور پارلمانی تصمیم گرفته شده که یک هیئت 27 نفری برای حل این موزل ایجاد شود. همزمان برخی نمایندگان ادعا دارند که هواداران کمال ناصر اصولی 5 نگهبان شورای ملی را به خاطر اجازه ندادنشان به مجلس زیر لاتوکوب گرفتند. از این تنش ها امروز هم در مجلس نمایندگان وجود داشته است، اما بر رسانه ها اجازه تصویر برداری داده نشده است.
به گفته برخی نمایندگان مجلس، نگهبانان شورای ملی و برخی هواداران خونگرم کمال ناصر اصولی اجازه ورود به تالار را نمی دادند. آنچه که با واکنش فیزیکی هواداران آقای اصولی روبرو شده و 5 نگهبان شورای ملی زخمی شدند. ما وقتی که صبح آمدیم 5 تن از نیروهای امنیتی مجروح شده. این کار یک کاری وحشیانه است، در حالی که نیروهای امنیتی برای تامین امنیتی ما اینجا کار میکنن، ما میاییم به عوضی از اینکه همراه از اونا همکار باشیم و به یک منطق همراه از اونا حرف بزنیم، میاییم اینا را لطکوب میکنیم. قراری که ما معلومات دارم طرفدارای آقای اصولی کار کردن. ریشه این اختلاف ها اما به جای خشکیدن در حال گسترش است. هر چند روز گذشته هیئت 15 نفری شامل نمایندگان هوادار 2 نامزد ریاست مجلس و نمایندگان بی‌طرف برای پایان این اختلاف ایجاد شده بود، اما این هیئت کار به جایی نبرده است. بعد از بحث‌های 2 ساعته که در حضور ما صورت گرفت، دوستای ما که از هر دو طرف هیئت نمایندگان معرفی شده بودند، او از ما معذرت خواستند، گفتند ما می‌تونیم که این قضیه را تا شب ما خود ما حل کنیم. به اساس ما از کمیته خارج شدیم و واگذار کردیم موضوع را به خود این هیئتی که از دو طرف معرفی شده بود، که متاسفانه تا به حال نتیجه ما به دست نیاورده. امروز فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی وارد ماجرا شده و در حضور او تصمیم گرفته شده که یک هیئت 27 نفری برای حل این معضل ایجاد شود. اینا تصمیم گرفتن که یک کمیته 27 نفری، یعنی 17 نفر نه و 10 نفر هم از کمیته دیروز برن بالای دو موضوع کار بکنن. یک رأی که از رحمانی صاحب است و او از طرف رئیس موقت مجلس رأی باطل اعلان شده، در حالی که رأی باطل نیست، آرشیف را ببینن و باطلیت یا ابطال او رأی بالایش تصمیم بگیرن. بحث دوم هم در مورد یزی است که در مورد نصاب است. اختلاف ها در مجلس نمایندگان به ویژه بر سر چوکی ریاست به پیشینه نیست. دور 16 هم انتخابات بر سر چوکی ریاست مجلس هفته ها به جنجال کشید و سرانجام عبدالرؤوف ابراهیمی در پی توافق جمعی و در یک همه پرسی در مجلس کرسی ریاست را از آن خود کرد. حالا باید منتظر ماند و دید که این اختلاف ها چه اتفاق ها و سرانجامی در پی خواهد داشت. در پی حمله طالبان بر یک پاسگاه پلیس در دوغآباد از مربوطات ناحیه هفتم کابل 3 پلیس جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. با گفته پلیس کابل 6 مهاجم زمان بر این پاسگاه حمله کردند که سربازان مصروف نماز خواندن و صرف افطاریشان بودند. این حمله در چند صد متری ساختمان شورای ملی صورت گرفته است و باشندگان کابل را به شدت نگران کرده است. شمار از باشندگان پایتخت با انتقاد از حکومت میگویند که نیروهای امنیتی خود در قلب شهر قربانی میشوند، چگونه برای شهروندان امنیت را تامین کنند؟ این در حالی است که چند روز پیش در حمله طالبان بر پاسگاه سربازان محافظت عامه در پلچرخی کابل 4 پلیس جان باختند. یک روز پس از حمله مهاجمان مسلح، این پاسگاه پلیس در منطقه دوغآباد از مربوطات ناحیه هفتم شهر کابل دیشب از سوی افراد وابسته به گروه طالبان مورد حمله قرار گرفت. مهاجمان مسلح نخست یک سرباز را اینجا در دم دروازه از بین میبره و پس از او به داخل پاسگاه میشه و یک سرباز اینجا زخمی میشه و سربازهایی که اینجا در داخل اتاقشون مصروف خوردن غذا و همچنان نماز خواندن بودن اینجا میان و 2 سرباز در اینجا کشته میشه و 2 تن دیگر هم زخمی میشه. پاسگاهی که در چند صد متری از ساختمان شورای ملی قرار دارد. پس از این حمله 2 مهاجم کشته شده و 4 تن دیگرشان فرار کردند. 6 مهاجم حمله میکنه بر این پسته. متاسفانه 3 شهید داریم در این حمله و 3 نفر هم مجروح شده از نیروهای پلیس ما. به دشمن هم تلفات رسیده، 2 تن از مهاجمین کشته شدند، 2 تن دیگرش هم مجروح شده، از ساحه فرار کردند. تنها نشانی که از سربازان این پاسگاه باقی مانده. حمله های طالبان در نزدیکی بخش های کلیدی و حمله بر پاسگاه داخل شهر باشندگان پایتخت را سخت نگران کردند.
وقتی که نورای امنیتی ما در امنیت نباشن، اونا خود نتانن حفاظت کنن دیگه. مردم واقعا نگران هستن که چگونه بتانه ما آرام زندگی بکنیم و راحت بخوابیم. که اوچه وقت مخیم هم دستی پا پولیس رو بانی فیرون هستی و دلتا نو لدولت نداغوارو چه خدای تو گره لگ زره ویخ سی لگ زره امنیت تفامو که لگ زره خلق تفامو که. در یک هفته پسین این دومین بار است که پاسگاه های نظامیان در پایتخت هدف حمله طالبان قرار می گیرد. جنگجویان وابسته به گروه طالبان چند روزی پیش نیز بر یک پاسگاه سربازان محافظت عامه در پل چرخی کابل حمله کردند که در پی آن 4 سرباز محافظت عامه جان باختند. آقای فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، هم اینجا در استودیو با من هستند و در مورد وضعیت امنیتی در کابل بیشتر بحث میکنیم. آقای فرامرز، بسیار تشکر که وقت گذاشتین. نخستین پرسش همین است که حمله به یک پوسته پلیس با این شیوه که دیشب انجام شد یک کار تقریبا نو بود. شما تدابیر و اطلاعات در این مورد نداشتین؟ تشکر از شما. متاسفانه شب گذشته شام هنگام افطار این حمله صورت گرفته بالا یکی از پست های پلیس مربوط به حوزه هفتم پلیس کابل. در ارتباط به اینکه ما اطلاعات داشتیم یا نداشتیم، بخش های کشفی و استخباراتی در این مورد پاسخگو هستند و تحقیق پلیس هم در این مورد آغاز شده که ما ببینیم کیا در این مورد تعلل و تغافل داشتند. بحث دیگه که حمله بر این پست است، موضوع اون فعالیت یا عمل وحشیانه و غیر انسانی حراس افکنا است. آقای فرامرز، حراس افکنان بدون شک هدف قرار میتن، چی نظامی چی ملکی، و هدفشون همی است که آشوب ایجاد بکنن. اما یک سلسله مسائل بسیار مهم است در مورد امنیت پایتخت. چندین کمربند برای پایتخت ایجاد شد، زونهای مختلف ایجاد شد که پایتخت بتونن به درستی تامین امنیت بکنن. اما طالبان میان بر پوسته پلیس هم حمله میکنن و پلیس که قرار است محافظت جان مردم را بکنه، خودش این گونه مورد هدف قرار میگیره. در این مورد پاسخ پلیس کابل چی است؟ شما یک موضوع را متوجه باشن که حراس افکنای طالب تروریست ها در ولایات شکست بسیار فاجعه‌ای را خوردن. اینا بسیار تلفات دادن. ما روزانه با تصاویرشان یک جا در رسانه تعداد 10 15 تا 20 نفر از این حراس افکنا را جسدایشان و عکسایشان نشر میکنیم. وقتی میبینن اونجا در جنگ با نیروهای امنیتی ما مقابل ناکام میمانن، دست به همچون اعمال و حمله های چریکی میزنن که گویا نشان بدن که اینا وضعیت را وخیم نشان میدن. اما در کل عملی دیروز نمیتونه این مستحق قضی باشه که حراس افکنا موفق هستن در کارهای خود. این فقط یک نوع عملی بزدلانه و یک عملی وحشیانه بود که بالای پوسته پلیس ما و هم در انگام افطار، در انگام سفره افطار هموار بوده و پلیس ما فردوس به نماز قرار نیست بودن. اینجا در مورد این بحث کنیم که اونا موفق هستن یا نیستن، و مهم این است که وقتی حمله میشه بالای پوسته پلیس، باید پلیس افغانستان حداقل همی کلان شهر افغانستان، پایتخت افغانستان کابل را که بتونه تأمین امنیت بکنه. از عمله انتحاری تا دزدی های مسلحانه، شما شکایت شهروندان کابل را در روزهای اخیر میشنوین که چقدر جرم های جنایی سقفش در کابل بلند رفته. پلیس وقتی میگه تأمین امنیت میکنه، ما هم قرار نیست که خون او سرباز را که در پوسته شهید شده نادیده بگیرم. مهم در سطوح کلان رهبری پلیس افغانستان و مشخصا پلیس کابل است که کار در کجاست که این همه آشوب و این همه وحشت در پایتخت. به منظور این که به شکایت های مردم رسیدگی شده و در این اواخر مشکلات را که مردم در از او بعد نگرانی دارن، تدابیر بسیار جدی روی دست گرفته شده از طرف رهبری پلیس کابل. از جمله تغییر و تبدیلی که در سطح حوزات کابل آمد و همچنان در بخش های جنایی خودش نماینگر از این است که به طرف مثبت تغییر بکنه وضعیت. ما نه تنهایی که روی مشکلات جنایی صحبت بکنیم، بس کلان ما میفهمیم تروریسم است و تروریست ها از هیچ فرصت از پیششان نمیگذره، میخواین استفاده بکنن و حمله بکنن. ما هم در مقابلشان تدابیر خود را داریم. باندهای در گراف جرایم گفتن، جرایم جنایی در شهر کابل، باندهای بسیار قوی دستگیر شدن در این روزها. افراد و اشخاص که باعث ایجاد مزاحمت و بدامنیا در شهر میشدن دستگیر شدن که خود به خود وضعیت را بهتر میسازه و گراف جرایم را پایین میسازه. بین این گونه هم بحث کنیم که چالش کلان در پلیس کابل چی است که گاه گاه
بسیار هم حادثات خطرناک میشه در کابل. شما با چه مشکلاتی در پلیس کابل روبرو هستین که گاهی نمیتونین وضعیت را مدیریت کنین در اگر کابل؟ هدف شما جرایم جنایی باشه در کال در مجموع جرایم جنایی را کابل پایتخت افغانستان. اینجا کابل چند سال پیش نیست، اینجا نزدیک به 7 میلیون انسان اینجا زندگی میکنه میکنون و پلیس تلاشش این است تا بتونه وضعیت خوب را برای مردم تامین امنیت بکنه، وضعیت خوب را فراهم بسازه. درست است مشکلات وجود داره، جرم هست، بعض اوقات اتفاق میفته، جرم پدیده اجتماعی است، نمیشه بگیم نیست اصلا، اما دستاوردهای پلیس ما، کارکردها و فعالیتهایشان هم باید ما چشم پوشی نکنیم از او. خیلی کار کردن، وضعیت فعلا به شکلی که مردم نگران هستند به او آدم خراب نیست، وضعیت خیلی خوب شده نسبت به چند روز قبل، خصوصا در سایه اوزی 11 وقت شکایت بود، در سایه اوزی 7 ما این مشکلات را حل ساختیم. عملا کسایی که باعث مشکلات امنیتی میشدن به مردم بازداشت شدن و دمی روزای نزدیک تا یک کنفرانس مطبوعاتی با رسانه و مردم شریک خواهد شد. سپاسگزار حضورتان آقای فرامرز. فساد اداری آینده صلح افغانستان را با خطر روبرو می کند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که در سال گذشته برای مبارزه با فساد کار جدی انجام نشده است. این نهاد با نشر گزارش سالانش مبارزه با این پدیده را نیاز اساسی می خواند. در این گزارش گفته شده که فساد حاکمیت قانون را ضعیف و زمینه را برای جنایت‌های بیشتر فراهم کرده و همچنین سبب تقویت فرهنگ معافیت از مجازات شده است. در این گزارش انتخابات پارلمانی نیست مایه یأس و ناامیدی خوانده شده، اما تاکید شده که انتخابات پیشرو آزمون برای اصلاحات و مبارزه با فساد خواهد بود. مسئولان یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان آمدند تا گزارش سالانهشان را در مورد مبارزه با فساد اداری همگانی سازند. در این گزارش مبارزه با فساد اداری در چندین نهاد دولتی افغانستان از ماه جنوری سال 2018 میلادی الا اپریل 2019 به بررسی گرفته شده است. فساد حاکمیت قانون را ضعیف و زمینه را برای جنایت بیشتر فراهم میکند که این امر منتج به ایجاد حلقه خبیثه گردیده که فرهنگ معافیت از مجازات را تقویت میکند. از همه مهمتر این که فساد حتی چشمانداز صلح را در معرض خطر قرار میدهد، در حالی که راه حل مبتنی بر گفتگوها برای آینده افغانستان باید بر اساس صداقت و عدالت باشد. انتخابات پارلمانی در این گزارش مایه یأس گفته شده، اما مسئولان این نهاد تاکید می کنند که انتخابات آینده آزمون برای مبارزه با فساد و تطبیق اصلاحات در نهادهای دولتی خواهد بود. ملل متحد از تلاش های دولت برای اصلاحات بنیادی در سال جاری و سال گذشته قدردانی می کند. ما نهادهای مربوط را به اصلاحات بیشتر تشویق می کنیم. انتخابات آینده آزمونی برای تطبیق تجربه های حاصله می باشد. با گفته مسئولان حاکمیت قانون این نهاد، دور 16 مجلس نمایندگان هم علاقه چندانی برای مبارزه با فساد اداری نداشته است. البته معلوم نیست که نمایندگان مجلس 17 در این زمینه چه دستاوردی خواهند داشت. دیدبان شفافیت افغانستان اما برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی را با پرونده‌های فساد اداری از عامل‌های عمده‌ای می‌داند که مبارزه با فساد را با کندی روبرو کرده است. مرکز عدلی مبارزه علیه فساد اداری همان اعتبار اولیش که کسب کرده بود آهسته آهسته زیر سوال بره، بنا به این که پرونده ها را بی‌طرفانه نمیتونستن انتخاب بکنن، متهمین نمیتونستن در محکمه حاضر بکنن و احکام محاکم بر مجرمین تطبیق نمیشد. پس از ناامنی فساد بزرگترین چالش فرا راه حکومت داری خوب شمارده می شود. اما خشکانیدن ریشه های فساد کار دشوار و زمانگیر به نظر می رسد. در ادامه خبرها، شورای عالی صلح خوشبین تمایل طالبان به گفتگوهای سیاسی. آیا طالبان زیر نام صلح فرصت می خرند؟ کاهش صادرات نفت ایران به افغانستان. تا
طالبان به گونه جدی روی صلح و گفتگوهای سیاسی فکر میکنند. شورای عالی صلح میگوید نشانه های وجود دارد که این گروه روی گفتگوهای سیاسی به گونه جدی فکر میکند. شمار از آگاهان اما میگویند که طالبان زیر نام صلح برای خودشان فرصت میخرند و راهبرد این گروه همچنان تداوم جنگ است. آنان تاکید دارند که گفتگوهای آمریکا با طالبان بیشتر به تقویت مشروعیت این گروه در سطح جهان انجامیده و سبب تضعیف دولت افغانستان شده است. همزمان نماینده ویژه آلمان برای افغانستان با ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان در قطر دیدار کرده است. وزارت امور خارجه با تایید این دیدار از تلاش های آلمان برای آمدن صلح در افغانستان ستایش می کند. در بیشتر از 7 ماه گذشته، 6 دور گفتگوهای طولانی و نفذگیر میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا و نمایندگان طالبان برگزار شده است. اما باورها این است که این گفتگوها تا هنوز نه تنها هیچ تأثیر بر کاهش خشونت ها نداشته، بل حتی سبب تقویت موضع گروه طالبان شده است. احتمال می رود پس از عید سعید فطر دور 7 این گفتگوها نیز در قطر برگزار شود. اما طالبان به شدت عمله هایشان را در بخشای از کشور به شمول پایتخت افزایش دادند. حملاتی که چند روز پیش در قسمت نهادهای کمک رسان، NGO‌ها و مؤسسات بین المللی صورت گرفت، نشان می‌ده که هنوز هم اونا بیشتر به برد نظامی تاکید دارن تا مذاکرات صلح و تا رسیدن به توافق به آتش بس. گفته های وجود دارد که آغاز گفتگوها میان آمریکا و طالبان بیشتر به نفع این گروه بوده و طالبان از این فضا بیشترین سود را برده است. برخی آگاهان میگویند راه برد طالبان جنگ است نه صلح، اما این گروه زیر نام صلح در تلاش کسب مشروعیت جهانی و تضعیف دولت افغانستان است. مذاکرات یک وجه سیاسی به طالبان بخشید، شناخت بین المللی برشان بخشید، تمرکز رسانه ها و کشورهای بین المللی بر طالبان به عنوان نه به عنوان گروه توریستی بلکه به عنوان طرف مذاکره و گروه شورشی شده، و از طرف دیگه این امر باعث تضعیف دولت شد به خاطر که دولت به صورت نظاممند سیستماتیک در 9 ماه پسین از روند مذاکرات به دور مانده. شورای عالی صلح اما باور دیگری دارد. ما نشانه های خوب و شواهد بسیار مطمئنی را میبینیم و داریم که تحریک طالبان به صورت جدی به موضوع صلح و گفتگوهای سیاسی فکر میکنند. همین خود به یک قدم مثبت و سازنده هست. روز گذشته نیز نماینده ویژه آلمان برای افغانستان با ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان و مسئول دفتر سیاسی این گروه در دوحه دیدار و گفتگو کرده است. وزارت امور خارجه با تایید این دیدار از تلاش‌های آلمان برای صلح افغانستان ستایش می‌کند. آقای پودزل قرار است که به نمایندگی از آلمان روند صلح افغانستان همکاری بکنه و از زمینه گفتگوهای مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان فراهم بکنه و ما امیدوار هستیم به زودی به این مهم دست پیدا بکنیم. تحرکات منطقه‌ای و جهانی به خاطر صلح بیشتر شده، امید برای رسیدن به صلح هم زیاد شده. ما از حرکات اخیر دولت هند هم قدردانی می‌کنیم. دفتر طالبان در قطر که چند سال پیش با عنوان آدرس گفتگوهای صلح با دولت افغانستان گشایش یافته بود، اکنون به محل دید و بازدیدهای نمایندگان این گروه با مقامهای ارشد دیپلماتیک کشورهای مختلف جهان بدل شده است. در مورد سال و پژوهش تازه‌ای که انجام شده بیشتر بحث میکنم. آقای علی فائز پژوهشگر هم اینجا در استودیو با من هستند. آقای فائز بسیار تشکر که وقت گذاشتین. نخستین پرسش من این است که چه چیز سبب طولانی تر شدن و نفسگیر شدن گفتگوهای صلح افغانستان شده؟ ممنون از شما. آنچه که در رابطه با مسئله صلح قابل ذکر هستی است که صلح همونطوری که ما امروز در پژوهش ما در موردش صحبت کردیم یک پروسه هست و معمولا نسبت به صلح نگاه کوتاه مدت نمیتونیم داشته باشیم. یک مسئله. مسئله بعدیش هم این است که در گفتگوهای صلح معمولا در کشورهای دیگه که انجام شده هم یک پروسه بسیار دست و پاگیر بوده. مثلا در همین پژوهشی که ما انجام دادیم در کولومبیا، گفتگوهای صلحی که بین نیروهای دولتی و گروه فارک انجام شد 4 سال وقت در بر گرفتن تا که به یک توافق نهایی صلح برسه، که سال 2012 شروع شد تا در 2016 اینا با هم دیگر توافق کنن.
و بحث اساسی‌تر دیگه چی است که در افغانستان متاسفانه نسبت به صلح همیشه یک نگاه سیاسی وجود داره و این نوع نگاه سیاسی خود به خود باعث شده که در واقع ما از بنیاهای اجتماعی و بسرهای اجتماعی صلح غفلت کنیم. بهتر است که این نگاه سیاسی که شما ازش یاد میکنین را واضح‌تر بدانیم. چه چیزه؟ چگونه نگاه سیاسی به چالش کشیده صلح؟ بله، نگاه سیاسی معمولا نسبت به صلح همیشه از یک نگاه بالا به پایین میبینه و بر اساس این دیدگاه صلح در نتیجه توافق سیاسی شکل میگیره بدون از اینکه در واقع بسترهای اجتماعی صلح در نظر گرفته شود، که متاسفانه در افغانستان نگاه ما جوانان به خصوص بر اساس نگاه علمی و پژوهشی نسبت به صلح اگر داشته باشیم، ما صلح در بسترهای اجتماعیش قابل بحث میبینیم و در واقع بسترهای اجتماعی فرهنگی است که باعث میشه حتی توافق سیاسی شکل بگیره، که متاسفانه در افغانستان همه تلاش هایی که صورت گرفته تا حال یک نوع نگاه سیاسی غالب بوده و همیشه تلاش های بالا به پایین بوده، در حالی که باید ما نگاه ما نوع نگاه ما و روی کرد ما نسبت به صلح تغییر میکرد. و بس اساسی تر دیگه شمی است که در رابطه با خود جوان هاست، که متاسفانه در افغانستان هنوز هم جوانان به عنوان یک عامل اصلی که میتونه ثبات و صلح و امنیت تامین کنه، این نگاه متاسفانه در سطح جامعه هنوز شکل نگرفته، که خود به خود همین مسئله باعث میشه که مثلا مسئله شورشگری و جنگ و خشونت و ناامنی. جوانان چطور نتونستن جایگاه خودشان را تثبیت کنن؟ عاملش فشارهای سیاسی حوزه کلان سیاست و حوزه سنتی سیاست است یا اینکه خود جوانان هم تحرک چندانه بر این مسئله نداشتن؟ جوانان فعالیت هایی را انجام دادن، ما بر اساس پژوهشی را که انجام دادیم در این پژوهش یافته هایش نشان می دهد که در کنار از این که جوانان افغانستان هر روز قربانی خشونت ها می شن و او سنگینی بارهای تقریبا 4 دهه جنگ روی شانه هایشان حمل می کنه، ولی در کنار از او یک بخش زیادی از جوانان افغانستان امروز در فعالیت های مدنی که مرتبط به صلح هست و صلح سازی و امنیت دخیل هستند. آنچه که در افغانستان متاسفانه وجود داره اینه که هنوز نقش جوانان، همونطوری که گفتم ما هر روز تعداد آمار تلفات قربانی ها را در اخبار و اینا شما هم هر روز از طریق رسانه ها و اینا میشنوین، خودتان هم میگین، ولی هیچ وقتی تا هنوز یک تعمل نکردیم که این اعداد را که ما میگیم که قربانی 20 چند طالب کشته شد، 20 چند شورشی کشته شد، اینا چه کسایی هستند؟ از رده های سینی اینها در چه رده های سینی هستند؟ که اگر ما شما به این نگاه ببینیم، من مطمئن هستم که یک بخش زیادی از این گروه های شورشی در واقع جوانان عادی بودند که اینا از زندگی روزانه خودشون فاصله گرفته و در نتیجه طعمه گروه های شورشی میشن و در نتیجه بنیادگرایی و افراطیت اینا رو میکشن به سمت از اینکه جنگ و ناامنی ادامه پیدا کنه، که متاسفانه اگر این نگاه استراتژیک در افغانستان نسبت به مسئله جوانان شکل بگیره و به خصوص در رابطه به صلح و امنیت، صلح امنیت صرفا توافق سیاسی نیست که ما همین رقمی که پیشتر هم صحبت شد، مهم این است که در واقع ما به سرهای اجتماعی از اینا رو فراهم بسازیم، نگاه ما و برنامه ریزی ما و پالیسی هایی را که ما میسازیم یک نگاه علمی باشه نسبت به مسئله صلح، و اگر زمینه های اجتماعی را ما برای صلح فراهم بسازیم خود به خود این رفته رفته ما را نزدیک میسازه به یک توافق سیاسی که در سطح سیاسی هم توافق وجود داشته باشه، در سطح اجتماعی هم، که این نگاه نسبت به مسئله صلح یک نگاه متفاوت تر است که کم کم در افغانستان دارد جا میفته. از این منظر پس این گونه است که تلاش های صلح افغانستان خوب پیش نمیره، اون به دلیل ای که اول خود نگاه در درون بسیار سیاسی است به مسئله صلح افغانستان، و مسئله دوم این که بدون کدام زیر ساخته برای بافت اجتماعی جنگ در افغانستان مستقیما ما وارد یک مذاکره سیاسی شدیم. یک بخش کار برمیگرده به همین، درست است که در افغانستان متاسفانه اون نگاه فراگیر و جامعی که ما نسبت به مسئله صلح امنیت داشته باشیم وجود نداره. بحث های دیگه هم وجود داره که ما نمیتونیم او را انکار کنیم. مثلا در افغانستان هیچگاهی ما نتونستیم یک دیپلماسی خیلی فعال ایجاد کنیم، دیپلماسی که در واقع مبتنی بر زبان اقناع باشه و این زبان اقناع در واقع دیپلماسی رسمی دولت باشه که بتونه مثلا گروه های شورشی و او شهروندایی که از متن جامعه فاصله میگیره اینها را ما بتونیم چیکار کنیم، جذب سیستم بسازیم و این ارزش هایی که ما ازش صحبت میکنیم، ارزش های دموکراسی و یک نظمی که در واقع مبتنی بر مدارای اجتماعی و تساهل و همپذیری باشه، متاسفانه این نگاه هم ما از طریق مجراهایی که باید میشد هم در سطح آموزش و هم در سطح دیپلماسی و اینها، متاسفانه در این بخش هم ما
دچار مشکلاتی بودیم و کوتاهی وجود داشته که متاسفانه این زبان اقناع تا هنوز شکل نگرفته که تو مثلا یک انسان اقناع بسازی. یک نگاهی را که ما در رابطه با مسئله جوانان داریم که بازم همین مسئله است، در رابطه با مسئله جوانان یک تئوری وجود داره که بر اساس این تئوری معتقد است که جوانان، به خصوص مطالعات جوانان و نوجوانان، در دورانی که اینها مراحل رشدشان است، به خصوص نوجوانان، میگن یک دوره ای را اینها سپری میکنند به نامی که این دوره دوره آشفتگی و دوره کشمکش های درونی است که اگر در واقع حمایت های لازم صورت نگیره، این جوانها میل شدیدی دارند که چیکار کنند؟ به رفتارهای انحرافی و ضد هنجار در جامعه دست بزنند، که اینم میشه به عنوان یک فرض در نظر بگیریم که مثلا امروز چطور میشه مثلا گروه های شورشی سربازگیری میکنه از بین جوانان و این چرخه تداوم پیدا کرده تا هنوز. ممنون حضورتان آقای فایز. برای نخستین بار یک بانو در هیئت رهبری وزارت دفاع ملی کشور راه یافت. منیره یوسف زاده، معین تازه آموزش و پرسنل وزارت دفاع، میگوید که رسیدگی به خانواده های جانباختگان و معلولان را در اولویت کارش قرار میدهد. همزمان معاون سفیر آمریکا در کابل میگوید که زنان در گفتگوهای صلح نقش سازنده ای دارند و ایالات متحد نیز برای تامین صلح و مبارزه با هراس افغانان در کنار مردم افغانستان میایستد. من با درک این که در مدیریت و تخصص موضوع جنسیت مطرح نمی باشد، متعهد هستم که برنامه کاری خیش را با استفاده از تجارب و تخصص همه همکارانم در جهت تحقق اهداف والای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و پیروزی سربازان غیور کشورمان در برابر تروریستان و پیروزی مردم عزیزمان در برابر پدیده شوم فساد و قانون‌گریزی تدوین و تطبیق خواهم نمود. امریکا در همه نیازمندی‌های جامعه به شمول رفاه و امنیت شانه به شانه در کنار شما در جنگ با طالبان ایستاده است. ما هرچه سخت‌تر تلاش می‌کنیم تا بتوانیم هرچه زودتر زمینه را برای صلح و گفتگوهای بین افغانی فراهم کنیم. ما در این جنگ با شما هستیم و انتظار ما این است که یک مشارکت دراز مدت با نیروهای امنیتی افغانستان داشته باشیم. صادرات نفت ایران به افغانستان کاهش یافته است. اداره تنظیم نفت و گاز میگوید که بیشترین نفت با کیفیت پایین از ایران وارد کشور می شود و در 3 ماه گذشته بیش از 5000 تن نفت بی کیفیت به ایران مسترد شده است. این اداره تاکید دارد که با جلوگیری از واردات نفت بی کیفیت میزان صادرات نفت ایران به افغانستان کاهش یافته است. افغانستان بیشترین نفت مورد نیازش را نسبت به کشورهای آسیای میانه از ایران وارد می کند و صادرات نفت ایران به افغانستان از تحریم‌های آمریکا نیز استثناء قرار داده شده است. اما از 3 ماه به این سو میزان واردات نفت ایران کاهش یافته است. اداره تنظیم نفت و گاز می گوید که مسئولیت تثبیت کیفیت مواد نفتی در 6 بندر کشور به این اداره سپرده شده است و در 3 ماه گذشته تنها از مرزهای اسلام قلعه، نیمروز و میل 78 بیش از 5000 تن نفت بی کیفیت ایرانی دوباره به این کشور مسترد شده است. از 3 ماه به این سو معیارهای مواد نفتی وارداتی در بندرهای کشور تغییر کرده است. بر بنیاد این معیارها مواد نفتی با کیفیت پایین اجازه ورود به داخل کشور داده نمی شود. اتاق تجارت می گوید که افغانستان از کشورهای گوناگون نفت وارد می کند و کاهش صادرات نفت ایران به افغانستان تأثیر منفی ندارد. تأثیر زیادی نخواهد داشت، برای اینکه ما راه‌های متعدد و کشورهای متعددی داریم که از ما نفت وارد می‌کنیم.
سالانه افغانستان 3 میلیون تن مواد نفتی از کشورهای آسیای میانه و روسیه وارد می کند که سهم ایران در تامین نیازمندی های مواد نفتی کشور 1.5 میلیون تن در سال است. آقای مصطفی خلازایی، معاون امور تجارتی ریاست مواد نفتی افغانستان، هم اینجا با من در استودیو هستند و در مورد صادرات فرآورده‌های نفتی ایران و کشورهای منطقه به افغانستان بیشتر بحث می‌کنیم. در آغاز آقای خلازایی، می‌خوام این گونه بپرسم که واقعا صادرات نفت ایران به افغانستان به صفر رسیده؟ تشکر از شما و سلام عرض می‌کنم به شما و بینندگان محترم برنامه شما. صادرات هیچ کشور وارد کننده صادر کننده امتی نفتی بر افغانستان به صفر نرسیده و از هیچ اقدام از طرف حکومت افغانستان در قبال صفر کردن ازی وجود نداره و نداشته. مگر اینکه رسانه‌های ایرانی منتشر کردن، فکر می‌کنین یک بحث بسیار انگیزیه درون ایران است، سیاسی است، تا اینکه مسئله باشه در درون افغانستان؟ من نمی‌پردازم به اینکه انگیزه نشر کردن همچو خبر چی بوده، ولی تمامی امتیاز نفتی که مطابق به نرم و معیارات تعیین شده کیفی افغانستان باشه، به اساس قوانین نفوذی افغانستان وارد افغانستان میشه بدون هیچ نوع ممانعتی. ولی در صورتی که تثبیت شوه که هر محموله مواد نفتی که به داخل خاک افغانستان بعد تثبیت کیفیت خلاف معیارات کیفی افغانستان تثبیت شوه، متوقف میشه و برش اجازه داده نمیشه. چقدر واقعا روی کیفیت حال فکر میشه در افغانستان؟ چقدر در این دیدگاه شکل گرفته در درون حکومت افغانستان که باید مواد با کیفیت و یا نفت با کیفیت از بیرون افغانستان وارد افغانستان شود و اینجا به مصرف برسه؟ سوال خوب است. به اساس تعهدی را که اداراتی که فعلا دیگه باش کار میکنند در قسمتی که تثبیت کیفیت امتیاز نفتی وارداتی به افغانستان، به اساس تعهدی که وجود داره، ما به اساس ارقامی که تخمینی اگر ما براتون بگویم، حدودا تا به امروز حدودا 1.5 الی 2 ماه میشه که این پروسه به اداره تنظیم نفت و گاز افغانستان واگذار گردیده و البته طبق قانون و طبق هدایت مقامات عالی جمهوری اسلامی افغانستان، اضافه از 8000 تن امتیاز نفتی فعلا عملا بیکیفیت ثابت شده در 6 بندر افغانستان و باید مسترد شود که حتی تانکرهایی که آماده نیستند تا سمپل گیری شود و به پروسه تثبیت کیفیت یا برن حاضر نیستند، چرا که ممکن است محموله های داخل تانکرهای خود خبر داشته باشند که چی است و باز از قاطعیت و تعهدی که وجود داره به هیچ قیمتی اجازه به امتیاز کیفی که امتیاز نفتی که خلاف معیارات افغانستان باشه اجازه ورود داده نمیشه. آقای خلازی، بیاین این گونه هم بپرسم که حداقل در افغانستان چون یک حکومتی است که بیشتر روابط استراتژیک داره با امریکا و سیاست های امریکا تا اندازه با افغانستان، این گونه بپرسم که در همسویی و همخوانی است، فشار بر ایران، فشار سیاسی کلان جهانی تأثیر نمیمونه بر آنچه که شما روابط بازرگانی و یا بگویم روابط تجارتی با ایران دارید؟ فشارهای بین‌المللی که وجود داره روی کشور همسایه ما از دید در سکتور مواد نفتی بیشتر روی معاملات بسیار کلان تجارتیشان هستند که با کشورهای بزرگی چون هند و چین داره که زیادتر متمرکز بر نفت خامشان هستند. نه نظر به افغانستان یک قسمت بسیار کوچک ممکن از دریا بسیار قسمت کوچکی باشه که قطره باشه که بعد او هم امتیاز نفتی تصفیه شده است که نخام و داخل افغانستان میشه و ممکن در یک سال حدودا الا مرز 1 میلیون تن مجموع واردات افغانستان از کشور همسایه ما ایران است که این تجارت یا هم توقف از این وقدر تأثیر انگفت را فشار بسیار کلان روی اقتصاد ایران وارد نمیکنه. مورد بسیار مهم در گذشته این بحث بسیار جدی بوده در افغانستان که متاسفانه سکتور نفت و گاز و یا بگویم تجارت در مجموع، ولی مشخصا این سکتور به نام مافیایی دانسته می شده و پول که از این آدرس حاصل می شده شاید به جای درستش نمی رفته. شما می تونین بگین که واقعا حال تغییر کرده می روی کرد؟ آیا واقعا پول که از نفت و گاز از تجارتش حاصل میشه این یک پول مافیایی نیست و در جیب چند فرد دیگه در افغانستان نمیره؟
مروی که ببینید در از دید تجارت و از دید سرمایه گذاری وقتی که یک تجارت آغاز میشه و بالاخره به نقطه رونق به رشد خود میرسه، بعدش امو سرمایه گذاری ابتدایی از این مطرح بحث است، نه جریان تجارتی از این. سرمایه ابتدایی از کجا آمد و چطور به این، چون که جریان تجارتی خودش باعث خلق عاید میشه و خلق عاید از یک جریان تجارتی بالکل عاید پاک است، ولی اینکه سرمایه گذاری ابتدایی از کدام آدرس صورت گرفته باید جستجو شود و پیدا شود. در ضمن نزی مباحث دیگه که چون سکتور امتیع نفتی گویا که مافیایی هست و یا هم نیست، ما رد نمی کنیم باز علاقات مشخصی در ارتباط کار میکنن که به گونه بسیار مرموزی حرکات خود دارن، ولی با در نظر داشت قانون نفوذی افغانستان به خصوص قانون جدید هایدروکاربون ها که مجری از او یا تطبیق کننده از او اداره تنظیم نفت و گاز افغانستان است، به شدت کار روی تنظیم از سکتور و مقید ساختن از سکتور به خصوص مقید ساختن از به قانون و طبق معیارات قبول شده و پذیرفته شده منطقوی و جهانی جریان داره که در آینده نزدیک ما شاهد تحولات بسیار مثبت که به نفع مستهلک و نفع اقتصاد ملی کشور باشه خواهد بود باشیم. آقای خلزایی، بیاین یک مورد دیگر هم بپرسم که چقدر کنترل درست صورت میگیره از مواد که میایه از کشور، هدفم تنها ایران نیست، تمام کشورهای منطقه. ما فکر میکنم که از پاکستان هم مواد نفتی میایه یا نمیایه، ولی از کشورهای آسیایی میانه که میایه. تعود ما که پروسه تثبیت کیفیت از جمله پروسه است که در 6 بندر ما فعلا فعالیت میکنیم و از 6 بندر از کشورهای مختلف نفخیز منطقه و ترانزیت از بعضی کشورهای دیگر وارد خاک افغانستان میشه. از آدرس پاکستان هیچ نوع امتیع نفتی نمیاد چون که خودشون نفت ندارن، ولی از 6 بندر دیگه که بدون ترخم که اسلام قلعه و تورغوندی، حیرتان و آقینه، فرا و نیمروز است، امتیع نفتی به داخل خاک افغانستان می به گونه رسمی. ما حدودا در ارقام را که قبلا ذکر کردم که بیش از 8000 تن ما مسترد کردیم، از جمله ازی حدودا 2600 تن ازی ارتباط میگیره به بنادری که به شمال افغانستان است، به این معنا که امتیع نفتی که از کشورهای چون ترکمنستان و قزاقستان و ازبکستان و یا هم ترانزیت از کشورهای دیگه از می بنادر به داخل افغانستان آمده هم مسترد شده، یعنی تنها بس از کشور ایران نیست و تعهد هنوزم امی فشار کار هنوزم ادامه داره و ما متعهد بیستیم که هیچ نوع امتیع نفتی که ما تثبیت کنیم که خلاف معیارات تعیین شده افغانستان است به داخل افغانستان رو اجازه بده. ممنون حضورتان آقای خلزایی. در ادامه ای خبرها، کشته شدن 29 زندانی در تاجیکستان، در پی شورش در یک زندان در تاجیکستان 3 نگهبان و 29 زندانی کشته شدند. بر بنیاد گزارش ها این شورش در شهرک وحدت در 25 کیلومتری شرق شهر دوشنبه رخ داده. به گفته مقام های تاجیکی، آشوب شام دیروز هنگام آغاز شد که ده ها زندانی محافظان زندان را به گروگان گرفتند و سپس آنها را کشتند. وزارت عدلیه تاجیکستان هم اعلام کرده که این افراد به خاطر عضویت در گروه داعش زندانی بودند. با این پلیس اعلام کرده که وضعیت زیر اداره است و بررسی ها درباره این آشوب آغاز شده است. پاکستان اعلام کرده که اسلام آباد به زودی بر بحران اقتصادی چیره خواهد شد. پاکستان که از سالها است با بحران شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، در ماه های گذشته موفق شده بیش از 30 میلیارد دلار تعهد قرض از کشورهای عربستان سعودی، امارات، کویت و صندوق بین المللی پول دریافت کند. با این حال قرار است تا یک ماه دیگر گروه ویژه اقدام مالی نیز نشست را در پاریس برگزار کند و احتمالاً در این نشست کارکردهای پاکستان در برابر توریسم، تمویل مالی گروه‌های راسفگن و پولشویی مورد بررسی قرار گیرد. از سوی وزیر مالیه پاکستان میگوید که اسلام آباد تلاش خواهد کرد تا گروه ویژه اقدام مالی نام پاکستان را از فهرست خاکستری این گروه خارج کند. خبر و تحلیل از یک همین خبر بود. ممنون از این که با یک استیج شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.